میدونی چیه تامر؟ از اینکه برگشتی خیلی خوشحالم. آدمایی مثل تو کم پیدا میشن. به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. مخصوصا سوزان. بعد اون کارایی که کمال کرد، البته پسر من مقصر بود. دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. به هیچ مردی اعتماد نداره. سوزان مثل دختر منه. دلم میخواد خوشبخت باشه. البته سوزان زنیه که لیاقت خوشبختی رو داره. تو مرد فهمیده ای هستی. مطمئنم که حرفای منو میفهمی. نه اصلا متوجه منظورتون میشم. این کمال، پسر بی عقل من، میخواد یه مهمونی بده. به خیال خودش میخواد نیلگونو به همه معرفی کنه، یه کاری کنه که اونم بیاد تو جمع. به این فکر نمی کنه که ممکنه سوزان ناراحت بشه. ازت میخوام دست سوزانو بگیری و به این مهمونی بیای. نمیخوام حس کنه فراموش شده. دوست دارم تو چش باشه. باید به همه نشون بده چقدر قویه. بله، راستشو بخواین منم احساس غرور میکنم که کنار زنی مثل سوزان باشم. مایه افتخاره. سوزان زن زیباییه مگه نه؟ بله، خیلی زیباست. خیلی زیباست. تو همه ی دار و نداره تو از دست دادی. دلت میخواد دوباره به دست بیاری؟ سوزان زن ثروتمندیه. فکر کنم منظورم رو فهمیده باشی. میفهمم. خیلی خوب فهمیدی نه؟ بله خوب فهمیدم. خوبه. راستی شنیدم که تو ماجرای دوزی قدیر و مرد تو هم دست داشتی. نه اونا همش دروغه. باشه باشه، من اون قسمت کاری ندارم. مهم بعد از اینه. به تفاهم برسیم مهم نیست. لزومی نداره با گذشته کلنجار بریم. مگه نه؟ بله درست میگین، حق با شماست. پس خوبه، میتونی بری. معمولا سوزان خانم از این منو استفاده میکرد. به نظرم برای مهمونی شما هم اینا مناسبه. فهمیدم، نیازی به اینا نیست. امشب یه چیزای دیگه آماده میکنیم. باشه هرچی شما بگی. من با توجه به تجربه این همه سال زندگیم گفت. اینا لازم نیستن امینه خانم. خودم با شرکت تدارکات صحبت میکنم. آی تو چی میفهمی آخه؟ چیه؟ تو سرت یه چیزایی میگذره ولی من که سر در نیاوردم. واسه چی زلزله‌ای داری منو نگاه میکنی؟ حساب کتاب چی میکنی؟ بخشیدنت خیلی سخته، دارم فکر میکنم چجوری این کارو بکنم. خیلی خواه، اونه که خودم هم میدونم. لازم نیست هر دقیقه بگی. اما الان یه چیز دیگه هم هست، آزادی موقتی. تا حالا به گوشت خورده؟ آزادی چی؟ آزادی موقتی. انگار تو با مادرم حرف زدی، بهش گفتی که دیگه میخوای خودتو اصلاح کنی، میخوای بری کار پیدا کنی، میخوای آدم شی، مثل آدم زندگی کنی. درسته دایی؟ صبر کن ببینم، در این که من آدم هم مثل انسان زندگی میکنم شکی نیست. ولی میخوام سوء تفاهم ها رو درست کنم. اینجوری درست تره. باشه هرچی تو بگی، مهم اینه که حرفات چقدر جدی باشه. میخوای بری یه کار درست حسابی پیدا کنی و کار کنی. آره راستش خوب. آره دیگه، یعنی تصمیمم همینه. فکر کن اینجوری، تو این کارو بکن، منم قول میدم که ببخشمت. اجازه میدم دوباره بیای تو خانوادم. قول میدی؟ قول میدم. خب نقطه پایانی کجا؟ نه نقطه مخته نداره، پیشنهادم کاملا واضحه. که این تا بعد پس حرف بزن ببینم پیشنهادت چیه. پیشنهادم اینه که دیبا میخواد بره خونه بگیره، نمیخواد پیش ما بمونه. به ذهنم رسید که البته نمیدونم هم از کجا، که بد نیست که با دایی زندگی کنه.
هم خرجت نصف میشه، هم به هم دیگه کمک میکنین. به نظرم پیشنهاد خوبیه. نظر چیه ها؟ یعنی میخوای ایبو رو بذاری آمار من رو بگیره؟ نه، میتونی اینجوری هم فکر کنی. آره فقط یه سوال، انتخاب دیگه هم دارم؟ نه فقط من خیلی خورپف میکنم ها. بذار اصلا بهت بگم، حواست جمع کنی، من همیشه خورپف میکنم. من هم خوابم سنگینه، هیچی نمیفهم. خیال راحت، من و تو با هم کنار میایم. جدی میگم. پس قبول کردی؟ باشه قبوله. سلام آقا عزیز. آه ماجد خانم، آفتاب از کدوم طرف در اومده که اومدین اینجا؟ چطوری؟ اینجا بهت خوب میرسن؟ خوبه خوبه، من حالم خوبه، نگران من نباش. من هر جا باشم حالم خوبه، البته زیاد اینجا نمیمونم، اون بیرون کلی کار دارم، شما که بهتر میدونی. نظر منم همینه، اتفاقا برای همین اومدم. منظورت چیه؟ یه پیشنهاد برات دارم، اگه قبول کنی قبل دادگاه کاری میکنم که آزاد بشی. جدی میگی؟ اگه قبول نکنم چی؟ کاری میکنم تا قیامت اینجا بمونی. چطوری میخوای این کارو بکنی؟ مگه قدیر و مرتو ندزدیدی؟ مگه نمیخواستی اونا رو بکشی ها؟ درسته، همه این کارا رو من کردم، کار من بود، اما تو بازجویی همش رد کردم. اما الان اعتراف کردی. بفرضم که اینطور باشه، به چه درد میخوره ها؟ کی قراره اینو بفهمه؟ حق با توه. اینو ببین. ضبط. انکار میکنم، چه ربطی داره؟ شاید اینجوری باشه، اما اگه این صدا کنار مدارک دیگه قرار بگیره همراه با اعتراف تامر، منم به آدمام دستور میدم که تو را اذیت کنن عزیز. و چی میخوای؟ میخوام نیلگون رو بکشی. نیلگون؟ زن دوم کمال. فقط همین؟ دقیقاً. بعدش چی میشه؟ بعدش هر کاری دلت خواست بکن، آزادی. کلکی که تو کارت نیست، فقط نیلگونو بکش. یه سوال دارم، اون بیرون هزار تا آدم هست که میتونن این کارو بکنن، چرا من؟ چون تویی که زندگیش تو مشتمه، برای همین از نظر من تو خیلی ارزشمندی. باشه، امروز تو خونشون یه مهمونی دارن، برو اونجا نیرگونو بکش. باشه. تو منوهای ما غذاهای شرقی هم هستن، اگر بخواید میتونید حتی غذاهای ایتالیایی رو هم امتحان کنید. وای بله، آقا کمال عاشق غذاهای ایتالیایی. نه خیر، میخوام همه غذاها ترکی باشن. شنیدم امشب مهمونی دارین، درسته؟ بله، دوستامو دعوت کردم. دوستامونو؟
فکر کنم اینجوری بگی خیلی بهتر باشه. تو میخوای منو دیوونه کنی؟ چرا باید همچین کاری کنم؟ هدف چیه؟ یه مهمونی که دوستامونو دعوت کردی، اونجا خونه ماست، آدما میانو خونه همون خونه است، آدما همون آدمان، اما در مقابلتون همسر جدیدمو میبینین. متاسفم. نیلگون همسر منه. میخوام به دوستان معرفیش کنم. فکر نمی کنم این غیر طبیعی باشه. هیچ چیز عجیبی هم نیست. غیر این بود تعجب میکردم. آقا فادیل، باید با ما بیان. تا دیگه کی هستی؟ مقاومت نکن، را برو. یواش بابا، شما کی هستی؟ بلم کن یه گوش، بلم کن بابا. این دره با کن بینه، شما دین ایمون ندارین؟ به خدا که بیان بیرون میدونم با اتون چی کار کنم. سلام علیکم. سلام. بینم کارتون غیر منطقی نیست؟ باید ببخشی، یکم عجله داشتیم، نشد اطلاع بدیم. باشه، خب زودتر را میفتدین که وقت کنین اطلاع بدین. من ذره ترک شدم خواه. الهی، تصمیمم درست بوده، الان مطمئن تر شدم. ببخشی، کدوم تصمیم؟ کنجکاو شدم. حواس کباب آدانا کردم، از اون تنداش یه کباب خوب. های گفتی. اخ منم حواس کردم، کاش تو آدنه بودیم یه کبابی برات می آوردم که انگشتاتم بخوری ماجد خانم. باشه پس، یه کبابی خوب می شناسم، الان میریم اونجا. جدی؟ خوبه خوبه، ولی خب من این وسط چی کارم؟ کباب آدانا رو باید با یکی که اهل آداناست بخوری تا لذت اون کبابو ببری، مگه نه؟ باور کن تو کارت خوب بلدی. خب پس یعنی با این اوصاف من میشم هم صحبت شما؟ دقیقا همینطوره. به خدا دستت رو باید بوسید. بده اون دستت رو من ماچ کنم. خیلی خوب، تمومش کن، لازم نیست. دمت گرم. سلام ماجد خانم، خوش اومدین. خیلی ممنون. میزتون آماده است. یعنی چی؟ این همه سال مشتریتون بودم، این میزو آماده کردین؟ اون میز خوبه. چشم خانم. میزو جمع کن، میخوایم کباب بخوریم. بشین. جانم تاروک. الو. قضیه ی حسرت حل شد، دقیقا همون جوری که میخواستی. موزیک خیابونی توجه دختر رو جلب کرد. فردا هم میریم بیرون. خوبه، در مورد دختر همه چی رو میدونی. حواست باشه سوتی ندی، بهت اعتماد دارم، ادامه بده. باشه، خیالتون راحت. دلت میخواد با من بازی کنی؟ آره کمال.
باشه، پس منم هستم، با هم خوش میگذرونیم. تو اگه همیشه اینجوری بخوری قحطی میاد فادیل. من همیشه اینجوری نیستم، فقط الان دارم اینجوری میخورم. خیلی خوب، در مورد کار بگیم. کار؟ بله باشه، حرف بزنیم. پس کنفرم بعدم میخوریم. یه تمیزکاری دارم. باشه، کجا رو با تمیز کنم؟ نگو کجا رو تمیز کنم، بپرس کیو. یا خدا، سلام، خوش اومدید. مراد هستم. آناستازیا. من نیلگون هستم، خوشبختم. خوش اومدید. چطور شدم؟ خیلی خوشتیپ شدی. تو هم خیلی زیبا شدی دختر عزیزم. پسرها خیلی جذاب شدین. خوشبختم، بفرمایی، خوش اومدین. مهمونا همین الان دارن میان، نباید مادرتو تنها بذارم. خوش اومدین. صاحب خونه کجاست؟ این پالتای منو بگیر. البته. خیلی خوش اومدی. بریم به من. سلام، خوش سلام اومدی. سلام، خوبین؟ حتما با همسرم آشنا شدین، نیلگون. درسته که خودش از نزدیک با مهمونا خوش آمدگویی میکنه، اما بهتره پالتو رو بدیم به اونی که باید بدیم. امینه؟ چیزه، من واقعا معذرت میخوام، خواهش میکنم ببخشید. مهم نیست، اختیار داری، بفرمایی. خوش اومدی. خیلی خوش ببخشید. تو خانوم این خونه و ستاره امشبی. بیا. خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. خوش اومدی. بچه ها خوش میگذره؟ آره، خیلی زیاد. چی کار میکنی؟ عجب عجب شوخی. عمو کمال اوضاع چطوره؟ ببین کی اومده. خودتو ناراحت نکن، سلام میکنیم، بعدم به مهمونا میرسیم. خوش اومدین. خیلی ممنون. خوش اومدی ماما. ممنون پسرم. البته شما دعوت نبودین. نیازی نبود منو دعوت کنین، من مادرتم. حق دارم یکم خوش بگذرونم. همه مهمونا اینن، کس دیگه ای نمیاد. منتظر کسی بودی؟ نه، فقط دارم نگاه میکنم که کی هست و کی نیست. برم یه دوری بزنم. برو، خوش بگذره.
میدونی بیشتر از همه چی کمالو دیوونه میکنه؟ چی دیوونش میکنه؟ این که تو با من رابطه داشته باشی. دایی این چیه دستت؟ ببینم همه اینا رو تو تنهایی خوردی دایی؟ آره حالا مگه چی شده؟ وقتی گفتن شامپاین منم ذوق زده شدم برداشتم. خب ولی این مزه نوشابه میده. چی شد؟ مهمونا رو دیدی هیجان زده شدی؟ آره میگم مهمونا رو دیدی هیجان زده شدی دایی جان؟ نه بابا حالم خوبه. هیجان چیه؟ چیزی نیست. هست است تو. شب بخیر. سوزان اینجا چیکار میکنه؟ ما رو دعوت نکرده بودین. خیلی ناراحت شدم اما خب دلم نمیخواست امشب از دست بدم. مجددا تبریک میگم. چی میگی؟ عزیزم تو هم بهتره تبریک بگی. مبارک باشه. دستتو بنداز. تو قبلا اینقدر خشن نبودی کمال. چت شده؟ اینو از اینجا ببر. عشقته هر چی که هست از اینجا برش دار ببر. این؟ آره عشقمه و تو هم حق نداری این خطابش کنی. تو رو خدا یکم اجتماعی باش. ای بابا خیلی زشته. مگه من وحشیم؟ چرا اومدی؟ از اینجا برو. اینو از اینجا ببر. کمال لطفاً آروم باش. همه دارن نگاه میکنن. بیا این طرف نیم کنیم. فرار کنیم. مسلحن هم فرار کنیم. مراقب باشید. چه خبره؟ بریم بیرون. بریم بیرون. زود باشید. وای 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 وای. آو کمال جان. مهمونی میگیری خبر نمیدی واقعا که. Thank you.
این چه کاریه؟ میلگون خانم، شما تشریف بیارین این طرف، یکم بعد با اتون کار دارم. برو برو. تو با کی اینطوری حرف میزنی؟ با کی کار داری؟ کمال، کمال. برو عقب، برو عقب، اینو بسپر به من. تو با کی کار داری؟ طرف حسابت منم. باشه کمال، پس اول حساب تو رو میرسم. ها؟ کمال، دیوونه بازی در نیار. اسم و فامیل؟ کمال ایپکچی. اسم مادر؟ ماجد ایپکچی. اسم پدر؟ حسن ایپکچی. و شغل؟ آزاد. تعریف کن چی شد؟ آقا کمال، میتونین از حق سکوت استفاده کنین؟ نه لازم نیست، همه چی رو میگم. امشب دوستام اومده بودن، مهمونی داشتیم. خوش اومدین. بعدشون مرد اومد. اسمش عزیزه، شما اونو میشناسین؟ نه، یعنی قبلا نمیشناختم. خودتون میدونید این آقا همون آدمیه که پسرای منو دزدیده بود. در رابطه با یه مناقصه منو تهدید کرده بود. پس بینتون خصومت شخصی بود؟ گفتم که بچه‌ها رو دزدیده بود، نزدیک بود اونا رو بکشه. البته تو زندان بود. اصلا نمیدونم کی آزاد شد، برای چی آزاد شد، شما بهم بگی. اینجا منم که سوال میپرسم آقا کمال، بین شما خصومتی بود یا نه؟ من آدمی نیستم که اهل انتقام باشم. دلم نمیخواد به خاطر همچین چیزی بهم اتهام بزنین. در واقع نمیشه گفت خصومت شخصی، یه جورایی مشکل کاری بود. بفرمایین، ادامه بدین. بعدش اونا اومدن، با آدماش اسلحه کشیدن. اولش اسلحه رو کشید رو زن من. مجبور شدم برم جلو. میخواستم جلوشو بگیرم، با هم درگیر شدیم. بعد صدای تیراندازی اومد. دیدم آقا عزیز روی زمین افتاده، بعدش هم که پلیس اومد. این اسلحه مال شماست؟ بله، برای منه، مجوز دارم. تو محل حادثه پیدا شده. نمیدونم چی شد که یهو این اومد وسط. تو اتاق خودم بود، تو گاف صندوق. میفهمم، اما اسلحه مال شماست، اینو قبول میکنین؟ بله، معلومه که قبول میکنم. آره. پس گاف صندوقو کی باز کرده؟ کی اسلحه رو برداشته؟ چطوری اومد تو محل حادثه؟ برای اینا چیزی دارین بگین؟ هیچ نظری ندارم.
نمیتونم سر در بیارم. آخه چی شد؟ اونجا چه اتفاقی افتاد؟ میگم شاید کمال اصلش پیشش بوده و تو درگیری و تیر اندازی کرده. خب چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه من خبر دارم؟ میگم چرا تون شلوغی یهو تیراندازی کرده؟ یعنی من شوهرمو نمیشناسم؟ کنار من لباساشو پوشید، اسلحه ای پیشش نبود. نذار دهنمو باز کنم. باشه، چیزی نگفتم که. میگم یعنی شاید یه چیزی بوده که ما خبر نداریم. همین. میشه اینقدر حرف نزنی؟ خواهش میکنم. حداقل امروز. خیلی خب، باشه. حق داره. باید چیکار میکرد؟ روش اسلحه کشیدم. هر کی بود همین کارو میکرد. من دیگه طاقت ندارم. آقای پلیس، بازجویی شوهرم کی تموم میشه؟ نمیدونم خانم. کی میتونیم ببینیمش؟ یا حداقل بگی کی میدونه بهمون بگه؟ منتظر باشین، دارن بازجویی میکنن. الان تموم میشه. ماما، نمیتونم برم داخل؟ نمیتونین خانم، لطفاً صبر کنین. انقدر صبر کردیم عمرمون سر اومد. من که هنوزم باورم نمیشه. بله دیگه، همین جوری هم میشه. وقتی زیادی داد بشه همین جوری میشه. تو داری از کی حرف میزنی؟ میخواستی از کی حرف بزنم؟ شوهرتو میگم دیگه، از کمال جونت. درست حرف بزن تامر، اون پدر بچه هامه. سوزان جون، مگه تو دلت نمیخواد از کمال جونت انتقام بگیری؟ گرفتی دیگه، الان چرا ناراحتی تو سختر عزیزم؟ قربونت برم. منو عصبانی نکن، من فقط میخواستم ازش انتقام بگیرم، نمیخواستم اون بره زندان. نگران نباش، به زودی ولش میکنن. اینقدر الکی نخند. زندگی پسرمو نابود کردیم، به خاطر شما پاش به کلانتری باز شد. چی؟ به خاطر ما؟ تو دیوونه شدی؟ ما چی کار کردی؟ دیگه چی کار میکردی؟ اومدی تو زندگی پسرم، گولش زدی، با بچه هات مثل یه گرگ پسرمو قورت دادین رفت. گوش کن، مراقب حرف زدنت باش، وگرنه احترامتو نگه نمیدارم. دخالت نکن، تو دخالت نکن. هیچی بد نمیگه، ولی به خاطر مامانمه که هیچی نمیگم، اینو بدون. به جای اینکه سر ما داد بزنین، بابامو نجات بدین. چه میدونم، یه وکیل پیدا کنین، یه کاری بکنین، نجاتش بدین. آروم باش دخترم، آروم باش، آروم باش عزیزم، درست میشه. بابامو نجات بدین. شما به جای اینکه با ما سر و کله بزنین، پسرتون رو نجات بدین، زمان ارزشمنده. درسته، زمان خیلی ارزشمنده. نمیتونیم برین تو. برای چی؟ خانم نمیتونید برید تو. آقا سلیمان منتظر منه. منتظر شما؟ این موقع؟ بله، همین الان. اجازه بدین. سلام آقا سلیمان. بفرمایید ماجد خانم، بریم تو اتاق من. چقدر دنیا خوشگل میشه. منم میخوام برم تو. نمیتونم اجازه بدم خانم، نمیتونم.
بفرمایید بشینید. باید تماس می گرفتم. بله، زنگ زدن، گفته بودن میایین. پس میدونین ماجرا چیه؟ بله، خبر دارم، اما... اما چی؟ خبر بدیه؟ نتیجه مشخص نیست. این وسط یه قتل و یه اسلحه است. روی اسلحه اثر انگشت پسرتون هست و در حال حاضر مظنون اصلیه. اما فعلا اول راهیم. در مورد همه چی تحقیق میکنیم. فعلا بیشتر از این نمیشه حرفی زد. ببینید، کمال اصلا از این کارا نمیکنه. باید خیلی زود آزادش کنی. درک میکنم، اما این ممکنه یکم زمان ببره. چقدر؟ فردا یا پس فردا؟ فکر میکنم یکم بیشتر. یعنی چی؟ بازجوییش تموم شده، پرونده در جریانه. بعدش میره دادستانی، دادستانم بازجویی خودش انجام میده، بعدش هم آزاد میشه. ممکنه آزاد بشه و یا اینکه ممکنه بره دادگاه. یعنی چی؟ دارم میگم اون بیگناهه. متوجه هستم، من دارم احتمالاتو بهتون میگم. تو دادگاه ممکنه آزاد بشه و یا اینکه ممکنه بره زندان. زندان نمیره. کمال پسر منه. کمال پسر منه. نباید بره زندان. اون پسر منه. زندان نمیره. ماجد خانم، چی میگن؟ کمال آزاد میکنن؟ تاوان همه این کارا رو باید پس بدین. همتون رو بیچاره میکنم. شما از جون ما چی میخواین؟ چی میخواین؟ بسه دیگه، انقدر ما رو متهم نکنیم، بسه. یه بلایی سرت بیارم که پشیمون بشی، به دست و پام بیافتی. اما اون موقع کار از کار گذشته. بیچارت میکنم نیلگون، تو رو، این بچه های نحسه، تو همه رو با هم. هر کاری از دستت برمیاد بکن ماجد خانم، اما اینو بدون که بابای این بچه ها کماله، پسر خودت. اگه توهین آتیش درونتو خاموش میکنه توهین کن، داد بزن. اما اگه به بچه های من نزدیک بشی، اون وقت بلای سرت میارم که. الانم زود از اینجا برو. گم شو گستاخ. اونقدر بی صاحب نشده. بگو فاتین، حرف بزن. از دست من ناراحتین؟ آفرین، خیلی باهوشی. از کجا فهمیدی؟ ماجد خانم، باشه از من ناراحت باشین، اما منم یه حرفایی واسه گفتن دارم. اگه بهم اجازه بدین میخوام همه چی واسهتون توضیح بدم. آره جون خودت، حرف برای گفتن داری؟ مثلا چی میخوای بگی؟ میکشمت فاتین، میکشمت. بی احترامی میکنی. توقع چیز دیگه ای داری؟ ماجد خانم، من دارم سعی میکنم یه چیزی رو بهتون بفهمونم. شما داری چی میگی؟ اصلا بیا یه کاری بکنیم. شما نیم ساعت دیگه بیا پارک روبرو پل گالاتا. اونجا با من حرف میزنی. باشه؟ اما تنها میای. فهمیدی قراره بمیری، میخوای از مردنت لذت ببری. مرتی که بی شخصیت. اینقدر کشش نده. نیم ساعت دیگه بیا. بیا پارک روبرو پل گالاتا. تنها بیا با من حرف بزنی. خدافظ. امیدوارم خیلی بد حرف نزده باشم. بی خیال.